خب میدونیم که خداوند فرمودن که مردها سرپرستی خانواده را دارن به دو دلیل. یکی به خاطر مدیریتی که میتونن، توانایی در اداره که دارن خدا بهشون داده. دوم بحث انفاق هست بر خانواده. هرگاه یکی از این دوتا کم بشه، مرد نداشته باشه، خب قوامت از دست میدهد دیگه. اگه نتونه خونه را اداره کنه، همسرش داره امر و نهی میکنه، اداره میکنه، خب قوامت از دست مرد افتاده. بحث انفاق هست، خرج خانواده هست. در اینجاست که بار دیگه مرد قوامت خودش رو از دست میده. انفاق خانم داره انفاق میکنه، همسر داره انفاق میکنه. پس خداوند قوام بودن مردها را به این دو دلیل قرار داد. دقت کنیم، ما صحبت از یک جامعه اسلامی میکنیم، جامعه‌ای که بر اساس اسلام و دستورات اسلام ساخته شده. در این جامعه خانواده هم بر اساس دستورات اسلام ساخته میشود. حالا هر که بخواد هر اعتراضی کند که اسلام این گونه کرده اون گونه کرده، اسلام دستوراتش در مورد خانواده این گونه هست. دینی است که گفتیم کامل هست. نمیشه شما بیایید یک چیزی از دین رو یه جایی بردارید بدون اینکه به ما قبل و ما بعد نگاه کنید و بگید که بله اسلام در اینجا این اشتباه رو داره، این ظلم رو کرده، این ناعدالتی هست. به هیچ عنوان در دین خدا ناعدالتی نیست. خداوند ظلم رو دوست ندارد و ظلم را در بین همه ما حرام کرده است. چگونه میاد احکام و قوانینی را قانونگذاری میکنه که در این ظلم باشه؟ امکان نداره. مسئله استقلال بودن، مستقل بودن زن در تصرف در مال خودش، اینه که اصلا مرد به هیچ عنوان حق نداره در مال زن خودش، اموالی که زن داره، این اموال چه از طریق ارث به او رسیده باشه یا کار میکند امکان داره و یا هدیه بهش داده شده. مرد به هیچ عنوان حق دخالت و تصرف در این مال نداره و به هیچ عنوان حق ندارد زن را زیر فشار قرار بدهد که این مال را در اختیار او قرار بدهد. در هر مسئله ای که باشه، حتی در بحث انفاق که باشه، در بحث ساختن خانه باشه، که مگر اینکه زن با رضایت و طیب خاطر خودش بیاد در انفاق بر خانه، در ساختن خانه، در مخارج خانه، در چیزهای دیگه مشارکت داشته باشه. خداوند فرمود که و آت النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مهری زنانتون رو پرداخت کنید با طیب خاطر و آنها هم اگر با طیب خاطر چیز از اون گذشت کردند به شما دادن، شما میتونید از اون استفاده کنید. پس اینجا بر اساس این آیه زن حق تصرف کامل در مهریه خودش و در هر مالی که از آن اوست داره. اموال زن به خود زن تعلق داره. مرد به هیچ عنوان حق نداره بیاد از زنش بخواهد که خب وضعیت مالی ما خوب نیست، خب شما وضعیت خوبه، بیا مثلا بر خانه انفاق کن، خرج خانه رو بده. اگه با تهدید باشه، با ارعاب باشه، با فشار باشه، هرچی باشه، بیه چون من حق نداره این کار رو انجام بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ وقت در طول زندگیشون مثلا در مال ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، خب وقتی کار میکردن، تجارت کردن، هیچ وقت همسر خودشون رو زیر فشار قرار نمیدادن که تهدید کنن، ارعاب داشته باشن، شریک مال منو قرار بده. به هیچ عنوان این مسائل نبوده. بس واقعا اسلام اومده از یه طرف وقتی قوامت برای مرد قرار داده، به مرد گفته دیالو تو حق نداری به هیچ عنوان در مال همسر خودت دخالت کنی، دخل تصرف کنی، اونو مجبور کنی، ترش رویه کنی، بدرفتاری کنی که از اون مالی که داره در اختیار تو قرار بدهد. این حرام هست، این کار نادرست هست. در قرآن ما میخونیم که حتی اگه یک مال بسیار بزرگی زیادی هم در مهریه قرار داده باشه، به هیچ عنوان حق ندارد که چیزی از اینو بگیره. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا.
اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا؟ اگه میخواستید همسرتون طلاق بدید با زن دیگه ازدواج کنید و مهریه بسیار سنگینی هم براش قرار داده بودید، فلا تأخذوا منه شیئا، حق ندارد که چیزی از این مهریه را بگیرید. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، میخواید اونو با بهتان زدن از مال زن بگیرید، از مهریه زن کم کنید، یا با یک گناه آشکار و واضحی؟ هر دو حالت خب از گناهان کبیره هست. اینجاست که فقها رحمت الله علیهم اتفاق دارن بر این قضیه که هر انسانی که بالغ هست، عاقل هست، رشید هست، میتونه تصرف کنه در مال خودش، مرد باشه یا زن باشه، بخواد بفروشه، بخواد اجاره بده، بخواد ببخشد، وقف کند، هر نوع دخل و تصرفی در مال خودشو داره. انسانی که عاقل هست، بالغ هست و رشید هست میتونه تصرف کنه، یعنی اینکه بلد هست، کلاه سرش نمیره، سفیه و نادان نیست. و علما بار دیگه اتفاق دارن، خیلی جالب هست که مرد حق ندارد که بر همسر خودش اعتراض کنه در این تصرفاتی که در مال خودش داره. میخواد چیز از مال خودش رو ببخشه، وقف کند، خونه داره، مغازه داره، میخواد ایجار بدهد، میخواد بفروشه، این تمام حق زن خودش هست. معناش نیست اگر همسر توست دیگه این شده برده تو،